به نام خدا. سلام، سلام به شما بیننده های خوب شبکه نمایش. دارید نمایش آشپزی رو تماشا میکنید. امروز هم در خدمت شما هستیم با شهرام شجاعی، سرآشپز خوب و کاربلد برنامه. عرض ادب دارم خدمت شما آقای خداوردی بزرگوار، همچنین درود به همه خوبای ایرانی هر جا هستید. سلامت، سربلند و پیروز باشید. امروز میخوایم یه سر بزنیم به جنوب کشور، جنوبیای کشورمون. امیدوارم همیشه سلامت باشین. یه درود ویژه هم به شما میگم. یه غذای خیلی خوب، میگو پلو یا قالبی داریم، بسیار هم خوشمزه است، یا تعچین میگو با یه ذره اغماز اگر بشه اون رو حساب کرد. آقا شما تو موقعیتی قرار گرفتین که اوضاع بر وفق مراد نباشه؟ کم نه. واکنشتون چیه؟ عصبانی میشید؟ بعد از روش رد میشید؟ از روش رد میشید. اخماتون رو میکنید تو هم هیچی نمیگید؟ سعی میکنید مدیریت کنید اون وضعو؟ همه حالت ها امکان داره. یعنی یه موقعی پیش میاد آدم هم عصبانی میشه، از گوشه از بعضی از مشکلات رد میشه، بهش فکر میکنه، مدیریت میکنه. گاهن من فکر کنم هر چهارتا اینه که گفتید برای من پیش اومده. خودم هر چهارتا، یعنی یه موقعی شده عصبانی شدم، یه موقعی شده مدیریت کردم، ولی بیشتر سعی میکنم عصبانیتمو سر کسی خالی نکنم. و بدترین واکنش موقع عصبانیت همینه، خالی کردن سر آدمای دیگه. امیدوارم خودمون رو کنترل کنیم. بیایم سراغ میگو پلو و مواد لازم. من مواد لازم میگو پلو رو خیلی سریع بگم. برنج ایرانی به میزان 2-3 پیمانه، میگو تازه که پوستش رو گرفتیم و رگش رو گرفتیم به میزان حدود 300-400 گرم، لیموی ترش برای زخم‌گیری میگو به میزان 1-2 عدد، سبزی پلوی که میدونیم چیه، گیشتیز، جعفری، تره، سیر و سبزی دیگه میتونه داشته باشه. در کنارش از زعفران ایرانی طعمش رو خوب میکنه. یک مقدار پیاز رو تفت دادیم، طلایی رنگش کردیم. سیر که فوق‌العاده است تو این غذا، و زردچوبه‌ای که می‌خوایم میگو رو باش درست بکنیم، ادویه‌جات دیگه‌ای که یه ذره اون رو تند می‌کنیم، دارچینی هم که نمک و دارچین هم بهش اضافه می‌کنیم، و روغن هم جهت تفت دادن میگو. سریال جواهری در قصر، در واقع تو قسمت‌هاش نقش اصلی سریال یانگوم به دنبال رسیدن به مقام آشپز اول درباره. همین نشون میده که هنر آشپزی تو ملل و فرهنگ مختلف جزو هنرهای پرطرفداره. حالا همکاران من اومدن قسمت‌های در واقع از این کار آشپزی یانگوم رو برای شما انتخاب کردن توی این قسمت از برنامه که با هم به تماشای اون می‌نشینیم. توصیه بیشتر روانشناسا اینه عصبانیت زود گذره، سعی کنید خودتون رو کنترل کنید و از بروز خشم جلوگیری کنید، چرا اینکه بعداً خودتون پشیمون میشید، یادتون نره. خب آقای شجاعی در خدمت شما این با میگو پلو. با آشپزخونه نمایش آشپزی در خدمتتون هستیم. حالا اولین کاری که می‌خوایم بکنیم، می‌خوایم بگیم با این سکاره‌ای که آرامپز، پلوپز و همچنین بخارپزه، اول آرامپز شما می‌خوایم این بار یه کارم بهش اضافه بکنیم، برنجمون رو داخل این دونگیری کنیم، یعنی آب گذاشیم جوش بیاد و برنج رو که از قبل خیس کردیم با نمک رو داخلش می‌ریزیم. حالا یه کوچولو همش می‌زنیم، نمکش رو تنظیم می‌کنیم، نمکش رو اضافه می‌کنیم، بعد درش رو می‌ذاریم تا برنجمون جوش بیاد. بعد اولین مرحله این که برنج آب که بله آب کش میکنه. بعد دوم میگو رو میخوایم یه ذره آماده کنیم. تابر گوشتیم از قبل داغ شده، یک مقداری روغن بهش اضافه میکنیم. فقط میگون رو ما در اصل رگش رو گرفتیم. تو تکنیک های آشپزی که توی همین برنامه میگیم، حتما میگیم رگ میگون رو چجوری میگیریم. پس این میگو رو گذاشتیم، رگ گرفته، داخلش یک کوچولو روغن بهش اضافه کردیم، کمی زعفرون برای اینکه رنگ خوبی رو ما بده، کمی سیر، حالا کمی نمک و زردچوبه برای اینکه رنگ زردی بهتری رو ما بده. یک اون رو هم میزنیم. چقدر باید تفت بخوریم؟ میگو حدوداً 3-5 دقیقه کاملا آماده است. این که یه تفتی میخوره، برای اینکه بوی زخم میگو کامل بگیریم، یک کوچولو بهش لیمو اضافه میکنیم.
و تقریبا این میگومون دو سه دقیقه دیگه آماده میشه. برنجمون هم که گذاشتیم جوش بیاد، اون رو دونگیری میکنیم، از آب کش رد میکنیم، با سبزیجات اون قسمت بعدی میگیم چه اتفاقی براش میفته. ادامه ماجرا. از غذا ساز راضی هستی؟ چرا که نه، وقتی همه کارا برای آدم میکنه آدم باید راضی بشه. واقعا وسیله کاراییه، جای یک ظرف تو آشپزخونه شما اشغال میکنه، اما کارایی سه تا ظرف براتون داره، هم پلوپزه، هم آرامپزه، هم بخارپز. قیمت این ظرف خوب که کارایی زیادی هم داره و با کیفیت خوبی در کشور خودمون تولید شده 259,000 تومنه، اما برای شما بیننده عزیز شبکه این نمایش 110,000 تومن تخفیف در نظر گرفته شده. میتونید از این برنامه با 149,000 تومن این محصول رو خریداری کنید. فقط کافیه عدد 14 رو به سامانه که زیر گیرنده‌هاتون حک شده ارسال کنید. با شما تماس میگیرم و محصول رو در منزل بهتون تحویل میدم. خب درود بر خوبای ایرانی. تو برنامه گفتیم که قرار بر اینه که ما نکات آشپزی، فنون آشپزی و تکنیک‌های آشپزی رو بگیم. یکی از مواردی که معمولا ما با خوردن میگو مشکل داریم، شاید نمیتونیم میگویی که تازه است رو پوستش رو بکنیم و اون رگش رو در میاریم. امروز می‌خوام بگیم که چجوری این اتفاق میفته. اولا پوست میگو اگر خواستین دومی با دومش میتونید بکنین، نه اینکه همین کنار دستتون رو بندازید، با دست راحت میتونید پوست میگو رو بکنید. همون کلش هم تازه میتونید نگه دارید. اگر خواستین غذای شرق آسیا یا اروپایی درست بکنید، میتونید با کلش هم همین کار رو انجام بدید و نگهش دارید. ببینید همین به راحتی ما پوستش رو کندیم، یعنی پوستش کنده شده، پاهاشون هم شما به راحتی میتونید بکنید، کنده شد. حالا اگر خواستین کلش رو بکنید که کلش هم میکنید و دومش رو هم میتونید بکنید. حالا یک مطلبی که میگو داره، میگو یک رگی در بالای کمرش داره که رگ مغزیشه. برای درآوردنش یه شیار اون قسمت رو کامل میدیم، یکی از این پوستش باقی مونده من بکنم، یه شیار کامل میدیم و این رگش رو میبینید خیلی به راحتی رگش در میاد. این رگش رو ما در میاریم، چون اگه رگش رو در نیارید هم میگوتون صفر میشه و هم طعم خیلی خوبی رو به شما نمیده. ببینید رگش کامل کنده شد. پس به این صورت هم پوست میگو رو میتونید بکنید، هم رگ کمرش رو میتونید بگیرید. حالا میگو رو میتونید تفت بدین، کبابی بخورید و نوعای مختلف. عوامل مختلفی باعث میشن که شما دچار عصبانیت بشید، مثل کمخوابی، مثل بی‌حوصلگی، مثل تغذیه نامناسب یا پایین بودن سطح اطلاعات مربوط به یک کاری که قرار شما انجام بدید. وقتی نمیتونید از پسش بر بیاید، شروع میکنید بهونه آوردن، عصبانی شدن. برای اینکه جلوگیری کنیم از عصبانی شدن، بهترین راه اینه که عوامل به وجود آورنده عصبانیت رو حذف کنید، حداقل کمشون کنید. خب الان آقای شجاعی داره این میگو پلو رو آماده میکنه، ببینیم تو این مرحله باید چیکار بکنیم. خب شاید تعجب کنه که چرا ما کاهو اصلا نبود توی شناسنامه غذامون، برای اینکه ما معمولا یک گوشه یخچال و یه چیزایی داریم اضافه است یا براش راه چاره ای نداریم، میتونیم یه استفاده ای بکنیم. الان برای میگو پلو می‌خواستیم تعریق خوشمزه درست کنیم، می‌تونیم از کاهو استفاده کنیم. کاهو هم تو خونه همه هست دیگه. این کاهو رو میتونیم کفش بذاریم و به عنوان چند لایه است درست؟ بله، چند لایه می‌ذاریم چون کاهو لطیفه، چند لایه می‌ذاریم که اون لطافتش رو حفظ بکنه. حالا در کنار که این تعریقه داره گرم میشه و آماده میشه، خود مواد میگو پلومون که یه جوری سبزی پلو هست رو آماده می‌کنیم. سبزیش همون سبزی پلوه. بله، سبزی پلو که اول گفتیم از چه تشکیل میشه. فقط اگر دوست دارین که طعم بهتری داشته باشه، سیر رو همینجوری که سیر رو ما اضافه میکنیم بهش، تو قسمت اول هم گفتیم اون سیر فوق‌العاده است، به سبزی ما اضافه کردیم، یکم سبزیمون رو پررنگ‌تر. حالا سبزیمون تقریبا مخلوط شد. اگه دوست داشتیم یک مقدارم نمک میتونیم تو این قسمت بزنیم بهش، چون سبزیمون کم نمکه. یه راه حل دیگه ای هم داریم، راه حل دومش اینه که وقتی که برنج اونجا میجوشه، سبزیمون رو اونجا اضافه میکنیم، با سبزی آبکش میکنیم که همراه هم دیگه باشه، ولی اینجوری رنگ سبزی بهتر میمونه و طعمش هم بیشتره. خب حالا قراره که این اتفاق بیفته، یک مقدارم زعفرون میتونیم بهش بزنیم که رنگ زرد خوبی هم به ما بده. حالا یه لایه از این برنجمون میریزیم. تو این مرحله میگو رو قاطی نمی‌کنیم. چرا؟ اولی رو می‌ریزیم، بعد از ریختن میگو رو می‌چینیم روش.
پیازمون هم که طلایی رنگ کردیم رو بهش اضافه میکنیم. مجددا باز یه دوباره برنج و همینجوری ادامه میدیم تا به انتها. وقت درشو میذاریم، اگر خواستیم یه کوچولو طعم دارچین پیدا کنه، دارچین تونتر، که حالا جنوبی های عزیزمون تونتر میخورن، یعنی این که فلفل قرمز بیشتری داره، فلفل بهش اضافه میکنیم و همینجور تا انتها درشو میذاریم و میذاریم دم بکش. این غذاساز سکاره که آقای شجاعی داره تو این برنامه ازش استفاده میکنه عزیزان، تولید کشورمون هست، با کیفیت بسیار بالا تولید شده و در واقع علامت استانداردی که روش ثبت شده نشون میده که از کیفیت خوبی برخورداره. میتونید با خیال راحت خریداری کنید. در پیرکس داره، دور این در از استیل ضد زنگ استفاده شده و مجهز هست به سوپاپ اطمینان. قیمت این غذاساز سکاره که هم پلوپز هم بخارپز هم آرامپز 259,000 تومانه. اما برای شما عزیزی که بیننده برنامه نمایش آشپزی هستید 110,000 تومان تخفیف در نظر گرفته شده، چون واسطه ها حذف شدن. شما با ارسال عدد 14 به سامانه که زیر گیرنده هاتون حک شده میتونید این غذاساز کارآمد رو با این قیمت مناسب در منزل خودتون تحویل بگیرید. یه فرصت کوتاه به ما بدید این میگو پلو آماده بشه، برمیگردیم باز با شما خواهیم بود. مواد غذایی مون رو گفتیم چه اتفاقاتی افتاد با این سکاره که آرامپز، پلوپز و بخارپز بود، غذامون رو آماده کردیم. یه مطلب هم بگم، ما میتونستیم این میگومون رو با بخارپز بخارپز کنیم و اون رو تفتش ندیم با روغن، میتونستیم با بخارپز. برای کسایی که میخوان غذای رژیمی بخورن میتونن. تو برنامه بعدی این کار حتما میکنیم و این تعچین یا میگو پلو غالبمون در اومد. ببینید هم بسیار خوشمزه است و میدونید میگو فوق‌العاده است. ما مصرف آبزیان تو ایران فوق‌العاده ضعیفه، امیدوارم سعی کنیم تو سبد غذاییمون میگو رو و آبزیان رو بذاریم که میل کنیم تا شب شب نشده از روزتون گله نکنید. با امید دیدار. فراموش نکنید پختن غذای خوشمزه ابزار خوب میخواد. این غذاساز سکاره که هم پلوپز هم آرامپز هم بخارپز به شما این امکان رو میده که بتوی غذای متنوع درست کنید. جای کمی تو آشپزخونتون اشغال میکنه و کیفیت بسیار بالایی داره. برای اینکه با خیال راحت خرید کنید خدمتتون بگم 1 سال ضمانت داره، 5 سال خدمات پس از فروش. قیمتش هم 259,000 تومانه، اما 110,000 تومان تخفیف از طرف تولید کننده برای شما بیننده عزیز شبکه نمایش در نظر گرفته شده. کافیه تلفن همراه رو بردارید و عدد 14 رو به سامانه 1055-58 ارسال کنید. با شما تماس میگیرن و این غذاساز سکاره بسیار با کیفیت رو با 149,000 تومان در منزل به شما تحویل میدن. امیدوارم از این برنامه هم لذت برده باشید. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.